دوستای بسیار عزیزم، سلام عرض میکنم. یک بار دیگه شما را به برنامه امروز خود جلب میکنم. ای چقدر شد که هر دفعه من میشینم که شما را به برنامه دیگه خود دعوت میکنم، به برنامه دیگه خود. یک اصلا میرسه که این تکرار جمله خود آدم را بخنده میاره، که جمله تکراری. و ما یک چیز را که هیچ خوش ندارم این تکرار جملات است. ما از این بعد باید طرق دیگه دعوت شما را به برنامه خود پیدا بکنم، ولی به هر حال امروز مثل همیش به برنامه امروزم خوش آمدین. در چند روز شما یکی دو برنامه از ما دیدین در مورد حافظ شیرازی. اگر شما هنوز ایره ندیدین از طریق تلویزیون زرین، لطفاً به یوتیوب برین شفیع عیار، و بعد از او در برنامه های ما حافظ شیرازی پارت 1 و پارت 2. و من فکر میکنم که در برنامه های اخیرم خدایی تعداد اشعار را که میگم زیادتر شده، اما تو گفته مردم میای یک دفعه ای طرف میره و یک شعر یک دفعه ای تو ای طرف، و ما او را برای شما میخوانم. کسایی که بعد ادبیات زیادتر علاقه داره بخیرم برنامه های آخر ما کلگیش یک تعداد زیاد اشعار خوب در خود داره، و اگر علاقه مند شعر ادبیات زیادتر هستین میتونین من مست تو دیوانه را که شعر مولانا جلال الدین بلخی است، ما برای شما در اوجه دکلمه کردیم و معنا کردیم. اصلا باید ما به خود هیچ اجازه نتم که مولانا جلال الدین بلخی بگویم، به خاطر از اینکه مولانا جلال الدین خودش به جای خود تعلق نمیداد، اما برای از اینکه مشخصش نام میره استفاده میکنم. ای کاش که ما هم از او یاد بگیریم که می تعلق به منطقه و به لسان و نژاد و به دین و به مذهب او طرف بمانیم و از این سرحدها فراتر بریم و خود یک انسان بشماریم. ولی به هر حال ما چون که در اشعار حافظ وقت بر شما خواندم، یک قسمت از گپا در سر باده بود و باده و می و شراب، لازم دیدم که همین مسئله را از دید قرآن برای شما تشریح کنم. که حافظ که قدر یک عالم بزرگ جهان اسلام بود، ای که گپ از خوردن شراب میزد، آیا در کفر خود نمی آلود؟ چرا از دید ما مسلمان ها خب شراب حرام است؟ برین آقای مجددی را پرسان کنین، آقای استاد ابوبکر، آقای علی یاری را، آقای ستار سیرت و از این بالاتر برین علمای دیگه جهان اسلام، تقریبا 99% از یا برای شما متدمی یک کلمه میگه که شراب حرام. یعنی حرام بودن شراب از باسوادترین تا بیسوادترین ما قبول کردیم. ولی بیاییم که به قرآن مراجعه کنیم که قرآن چی میگه، چون قرآن بر ما یک مرجع است. ما هیچ مرجع دیگه ندارم با استثنای قرآن. وقتی که در مورد اسلام است، ما تنها از قرآن پیروی میکنم، ما تنها قرآن رو میبینم، دیگه برای ما مانا نداره که این حدیث کار که شما میکشین، این کتاب های دیگه تاریخی رو میکشین، یا برای ما صفر مانا داره، یا بگویم صفر هم مانا نداره. ولی بین که از دید قرآن چطور است، یکی از دلایلی که ما میگم صفر مانا نداره از خاطر که این میگه پای دیگه که تا قرآن سر نمیخوره. این حال ما برای شما این مسئله شراب از دید قرآن میگم، شما ببینین که آیا با این گپایی که شما در مورد شراب از ملا و مولانا و کاکا و ماما غیره شنیدین درست است یا نه، و ببینین که قرآن در این مورد به شکل مشخص چی میگه. بین ما یک سوال از شما بکنم، اگر شما یک آدم مسلمان بسیار افراطی هستین، نیمه مذهبی هستین، یا بسیار کم مذهبی هستین، یا تا کسی هستین که خودتان هم باده می نوشین، همین سوال ما از کل شما می کنم. فکر کنین که شما در یک مجلس افغانی دعوت هستین، در یک خانه یک 50-60 نفر یا 100 نفر است، در اون میشین و در اینجه می بینین که یک چند آقا شیشته اما تا شراب می خورن، باده می نوشن. شراب که میگیم یعنی آب که شر به وجود میاره، یا آب که مربوط شر است و بدکاری، این نام اسلامی باده است. اما در ادبیات ما شما دو کلمه می و باده را استفاده میکنند، که ما امی باده را او روز گفتم که اگر بری شعر لغت ببینین
باده هسته، یعنی که سرت سبک میکنه. البته ای بررسی از کلمه از ما است، افتخار از ای یکان افتخارات ما برای خود بگیریم دیگه. که مردم که کلا چور مندازه، ما هم خواهی کلا چور پردیم برای خود. اینال شما در این خانه میبینین که یک چند نفر باده می نوشن و یک دو سه ساعت بعد یک آقای دیگه که در اینجا هست یک آزان میتد ما بین از این خانه و این یک روز دیگه گفت میزنم که آیا آزان دادن در مابین یک خانه یا آپارتمان کار درست است، اسلامی است یا نه؟ ولی برای می دقیقه تنها میگم که نه، باز یک روز دیگه ای را تشریح میکنم. خلاصه افغانا دیستی میدوانه یک چند تا چادر شب مندازن که در نماز استادشن. برای یک لحظه فکر کنیم که میادسه در امریکا در یک خانه شده، امی هر کسی که ری دیده سرش قار میشه. آقایی که مسلمان بسیار کم است میگه بابا با لعنت خدا به سر تال شراب کل میخوره، ما میخوریم بازال، چرا رفتی در نماز؟ یخو یک توهین و تحقیر بیادر، برو در یک جای دیگه. بیشتر چهار ساعت پیش دیدن شراب میخوردی، حالا آمدی در نماز؟ نمیگه این همون کسی که شراب میخوره. آقای دیگه که یک ذره مذهبی زیادتر ای زیادتر قار میشه، ای شاید این وقت نماز برو یک تنگش کنه بگه آقا شراب خوردی خیر، حالا ما به کارت غرض ندارم، ما تو خداوند ما را دین ما را تغییر نکو، برو در یک جایی بشی نماز نخوانه. یک آدم افراطی به طور مثال استاد ابوبکر که عین از سر یخن ملا امام در مسجد میگیرن که چرا در رکوع یکم دیرتر توقف نکردن، فکر کو که اگه ای باشه چی میکنن؟ ای خوکت یک لغت از این پشتش میزنه که برای لعنت خدا به سر تو کافر حرام خور، اوزو برو نماز نخوانه. فکر کنین که در امریکا نیست، ای در افغانستان است، در کابل که یکمک مردم تعاملشان زیادتر است. ای را در مابین مسجد ای را یک تیله کده میکشن، یک چند قفاق هم میزننش. اگر در جلال آبادی کار شد، در پکتیا شد، در بدخشان شد، ای را در موجه زده زده در میزیر زدن میکشنش. اگر ای در گیر طالب یا گلبدین بفته، توته توتهش میکنن، بیادر و کاکا و ماماشم کتش میکشن. خاطر ایتی یک حرام کلان کدی که شراب کردی، یکی باز آمدی در مسجد در نماز استاد میشی. اینال بیاییم که ببینیم که قرآن چی میگه، کدام ما درست کردیم از این مسلمان ها. یعنی کمترین ما هم کسی است که خودش هم شراب میخورم، اگه سر از این قار میشه میگه بیادر این کار را نکاله، توهین نکو تا او کسایی که قطع قطع میخواین ببرنش. چرا؟ چون کل ما فکر میکنیم شراب هم حرام است، کل ما یک شریعت برای خود داریم. اینال میریم به قرآن که 1400 سال پیش قرآن در امین مورد مشخص چی گفته. سوره نساء آیت 43. ما برای شما گفتم که قرآن به چپترهای مختلف تقسیم شده، 114 چپتر و هر چپتر یک نام و نمره داره. مثلا سوره فاتحه سوره اول، سوره بقره سوره دوم. ولی هر کدام از این دیدین سوره بقره سوره دوم یا دوم چپتر دوم یا بقره، این عین مانا داره، به می رقم تا 114. باز هر سوره در جملات تقسیم شده، سنتنسز. تقریبا هر یک سنتنس یا دو سه سنتنس یک ورس خوانده میشه که اونمور حایت میگم. سو از این خاطر ما که میگم سوره نسا مانایش که چپتر نسا، آیت 43 اونمو ورز اونمو سنتنس، برین در اونجا کلش نمره زدگی است. شما میتونین که دیستی قرآن شریف خدا بکشین مقایسه کنین که قرآن شریف کدام چی نباشه، از آقای فرید عادل نباشه با گفته قاری صفی اولا که کدام آیت کم نداشته باشه. سوره نساء آیت 43. ای افراد با ایمان، وقت مست هستید نماز نخوانید تا وقتی که بفهمید که چه میگوید. نه این است ایگو کل ما غلط، کل اگی ما غلط، طالب هم غلط، گلبودین هم غلط، شما هم غلط، شما هم کل اگیتان، کل اگی ما سر از آقا قار بودیم، فکر میکنیم حق نماز نداره. خوشراب خوردی اما در نماز چطور استاد میشی؟ خداوند 1400 سال پیش در یک جامعه عقب مانده ترین دنیا که
عربستان سعودی بود، در یک قریه کوچک بر از یک کتاب رو کرد و در اونجا میگه که مردم اگر شراب خوردین، مست هستین، نماز میتونین بخونین، مگر انبقه که به هوش آمده باشی که بفهمی که چی میگی. اگر نمیفهمی نماز نخون. مثل که در این مملکت های پیشرفته خودت اجازه داری شراب بخوری، اما حق درایف کردن موترانی را نداری تا زمانی که به هوش نامدی. وقتی که به هوش آمدی فهمیدی که اینی راست است، اینی چپ، اینی غلط است، اینی درست، میتونی موتر برانی، یعنی حق توست اگر مینوشی. مگر تو نمیتونی که بیایی در نماز و نفهمی که چی میگی، یک دفعه بفتی، یک دفعه بشینی، یک دفعه استاد شوی، یک دفعه گپ چتی بزنی، یک دفعه خنده کنی. نه، چرا؟ به خاطر که تو دیسترب میکنی، به خاطر که تو اخلال میکنی نماز دگراره، بنان یق نداری. برو نخوان نماز تا وقتی که بفهمی که چی میگی. این همین چیزیست که امروز در جوامع پیشرفته قبول دارن. حق داری بنوشی، مگر حق نداری که مردم دیگره از او یک صدمه بزنی. آیا شما فکر میکنین که خداوند جل و علا شان او که وقتی یه پزد یه آیت رایی کرد فکرشان نبود؟ که رقم ما و شما فکر کنه که نیچ، تو اول که تو شراب خوردی، دوم که در نماز میای پیش ما، پیش خداوندت استاد میشی، دانتان بوی میده، تو چی تو آمدی پیش خدا شراب خورده استاد میشی؟ این حال ما و شما چی میگیم؟ میگیم نه، ایره بزنین، یک کار حرام کرده، کافر است، بزنینش، بکشینش، توتر توتر کنین، بابیشان بزنین، کاکایشان، مامایشان. چرا؟ ما غلط هستیم، ما قرآن نمیفهمیم، ما قرآن نمیخوانیم. اینال شما که رو میبینین شاید بر شما دفعه اول است که یک آدم گپ میزنه. چی میگین؟ ولی شاید کافره ای ما را میخواه اینه گپ جوشاره میزنه، نه در قرآنت یک چیز است. وقتی که میرین قرآن باز میکنین که میبینین که آفتاب روشن واره در پیشرویتان، آیه 43 سوره نساء میاد. آی مولای ما دیوانه بوده که گپ نمی زده، ای کاکای ما، ای مامای ما، چطور یای قدر قار میشن در شراب؟ آیا ما منظورم است که شما را گویم که شراب بنوشین؟ نه، ما خودم ترجیح میتم که اگر یک آدم بنا به دلایل دیگه باده ننوشه و اگر می نوشه کم بنوشه. اما اینی نظر خداوند، ما شما خود مسلمان ها قبول کردیم که قرآن از خداوند است، توسط یک پیغمبر به ما فرستاده، پیغام خداوند است، ختم مش است که برای ما مسلمان ها داده، خطوط است که باید ما تعقیب بکنیم. آیا شما تعقیب میکردین؟ اگر ایره نفهمین چطور تعقیب میکنین؟ نه، اینال شما از چند تا عالم اسلامی تان تا عالمی گپ به می رقم شنیدین؟ نشنیدین؟ نه، چرا؟ یا نمیفهمن، نجرت دارن، نه می لسانه که چطور بیای امیره تشریح کنن از اول تا پایین. کلگیشان آقای ستار سیرت هم میگه بر شما زده، آقای مجدی، کسای خرد خرد است یا کلانام نیستن که اجداورا باشن. نه، اما علمای دیگه یه پا رو زده نزده. بناهن مردم رفتن در مسجد که یک نفر پیدا شده به نام شفیع عیار کافره، مردم ها در مسجد قبول کردن، والا میگن شفیع عیاره، نه اسلام. بعد میگن نه، ما میگم تا آقا این کتاب های دیگر ایلا کو، بیا به قرآن مراجعه کو، قرآن به اونمو چیزی که میگه فالو کو، تقیب کو، از اون نه بالا برو نه پایین بیا. چرا؟ اگر از اون بالا هم بری گناه میکنی، اگر از اون پایین هم بری گناه میکنی. اگر گفتید که گوشت خوب نخو، نخو، ولی اگر گفتید که در صورتی که مجبور هستی بخو، بخو در وقت مجبوریت. ایتو نکو که در وقت مجبوریت هم نخوری که نه شاید خدا زیادتر خوشه. نه، تو چی کردی؟ تو عدول کردی از فرمان خدا که در وقت ضرورت گوشت خوب نخوردی، چون گفته نخوردی در وقت ضرورت، بنام تو عدول کردی. خوردی در وقت که ضرورت نداشتی، عدول کردی. اردوش یک اندازه است،
از فرمان خداوند عدول کردن است. ما شما تفکر میکنیم که اگر نخوری عدول نکردی، میگه خدا صاحب سعی کن که من در مردنم بودم نخوردم، نه، اما خدا برات چی میگه؟ اما عدول کردی، ما دلیل داشتم که برات گفته بودم که بخو موقعی ضرورت. در قسمت شرابم این همی چیز است. این حال برین ملایتان بگوین. ما بسیاری وقتا میگم که مشکل ملاها زیادتره. مشکل ما که ما آدمه که نمیفهمه اسلامه و میفهمه که نمیفهمه کمه. ما تن آیات قرآن میخوانم قبول میکنم او را. مشکل ما که کیست؟ که ملا و مولانا است، که حجت الاسلام است، و خاطر یا یک تا چیزها را خواندن قبول کردن که نمی درست است، ای را ایلا کردن هم میتونن. ما در هندستان بخیلی 28 سال پیش بود یا 29 سال پیش بود که آمدم از افغانستان. در اینجا چون ما با موسیقی بسیار علاقه داشتم که حالا مرا در این کفر نگیرن، رفتم یک صنف موسیقی گرفتم، ستار پلی میکردم. برای 6 ماه 5 ماه که در این بودم ما کورس ستار گرفتم. باز در اینجا همراه یک 2-3 بچه افغان آشنا شدم. یکی از یک بچه ها که بسیار خوب بود، یکی دیگه از یک تبلا پلیر بود که نامش نمیگیرم. باز این خودش به من قصه کرد، یه متاقی از این آقای بود که تبلا نواز بود، گفت شفی جان مالا ما که آمدم همراه امی رفیق تبلا نوازم که در افغانستان بسیار تبلا نواز خوب بود، گفت که آمدیم والا امی رفیقم گفت که بریم یک صنف موسیقی بگیریم. گفت ما رفتم والا ما هم خوش دارم بیا که بریم. خویی فکر میکرد که مثلا کالج در تبله خلاص کرده حالا میره سر پیجی خود کار میکنه، و ما فکر میکردم که یک کور هستم یه چیز یاد نداشتم، حالا میرم نو یاد میگیرم یک کمکه. گفت کجا رفتیم؟ امو استاد تبله اردوی ما را گفت که تماشیش گپ زد، انترویو وار کرد. گفت مرا گفت که تو تبله یاد داری؟ گفتم نه. گفت تبله هیچ وقت زدی؟ گفتم نه. گفت امو جای تبله رمان؟ گفت به نوازم یک چیزه. گفت ما گرفتم دم و دم و یک چیزه کردم. گفت خب بسیار خب، تبله را از پیش ما گرفتی. رفیق ما گفت ای که تبله در افغانستان می نوا؟ گفت تو تبله؟ گفت بله سر در افغانستان و در تلویزیون کردن اینی استادانه کرد یه خواننده تبله زدیم و در محافل تبله زدیم و اتو کردیم و اتو کردیم. بسیار تعریف کرد، گفت همی تبله را پیش داد، گفت خودتا مگه بنواز که ای شروع کرد که اما تو تبله نوازا که میزن نه بازت شانه را میکنن تو کلگرد و چیزا هم میزد. گفت یه ساعت خوب گوش میکرد گوش میکرد، باز گفت چیست؟ گفت خلاص که شد. گفت بسیار خوب. گفت روی خود طرف مکرد، گفت که شما سر سبا بیاین در اینی صنف، خود دیگه سر سبا بخیر شروع میکنی، ما که خودت پرابلمم زیاد نیست، دیگه از امون صفر شروع میکنیم، ما خودت بخیر پیش میریم. باز بعد از اوی رفیق ما گفتم، این کسی که بسیار تبله داشت، گفت اما همراه خودت ما یک پرابلم دارم، ما خودت شخصی باید یک 2-3 ماه که کار کنم شخصی کمی چیزایی که یاد داری یه از کلید بره. بعد از او باز بخیر ما خودت از صفر شروع میکنیم، دمی صنف عمومی رایت میکنم بخیر. یعنی بسیاری ملای ما باید ما شخصی کتشان کار کنم که امو تبلیر که یا یاداره یا را از کلیشان اول بکشم، بعد از او بخیر کت از یا صفر شروع کنم. این آیت که ما میگم او کسایی که یاد نداره میگه والا چقدر خوب اینه قرآن انتر اگب زده میکسنس هم میکنه نه، یعنی معقول به نظر من. اما این ملا چی میگه؟ او دروغه، یه قرآن یهوداست، حتمی تو باش این میده و قرآن میکشه که بوم در پیش رویش آیت 43 سوره نساء که هی مسلمان ها اگر مست هستین و شراب خوردین نماز نخونین تا وقتی که بفهمین که چی میگین. سر از این خم میشه میگه والا چطور ما ایره نفهمیده بودم با خدا، حالا ما چطور در مسجد جواب مردم ها بتون؟ مردم میگه ملا صاحب قاری صاحب چی میگه اینه؟ تو میگه والا میگه ولی اینال در قرآن آیات متعدد در این مورد است. ما تمام آیات میخوانم یا را کلش یک جمع جمع بکنین، یک اوسط بگیرین، از روی ازو نتیجه بگیرین که قرآن در مورد شراب چی میگه. آیت 219 سوره بقره درباره شراب و قمار از تو سوال میکنن، با پیغمبر میگه خداوند درباره شراب و قمار از تو سوال میکنن، بگو در آنها گناه بزرگ وجود دارد و منفعت های هم برای مردم دارند،
ولی گناه آنها بزرگتر است از منفعت آنها. میبینین؟ خداوند به پیغمبر میگه که در مورد شراب و قمار است و پرسان میکنن. برشان بگو که در قمار گناه بزرگ است، نکنین بهتر است، و منفعت های هم داره، به خاطر منفعتش میتونین استفاده کنین. دو چیز از گناه در مقابل منفعت. اگر نیاز به منفعتش زیادتر داشتی، پشت گناهش نگرد. اگر منفعتش برات کمتر بود، پشت گناهش زیادتر بگرد. به طور مثال خودت یک مریضی قلبی داری، برات میگن که اگر یک روز یک گلاس واین روزکی بخوری، ای امی حمله قلبی خودت احتمال داره چانسش بسیار پایین ببره. منفعتش زیادتر شد، گناهش کمتر شد. میتونی. اگر خودت یک آدم هستی که ده این قیق شراب از اوش میری، کارای چتی میکنی، مردم اذیت آزار میکنی، ننوش، چون گناهش مضریتش زیاد شد نسبت به منفعتش. عقل سلیم برات حکم میکنه. قرآن میک سنس است. قرآن معقولیت منطقی است، معقولیت عامه است، کامن سنس است. اگر کامن سنس از قرآن کشیدین، دیوانه ساختین قرآنه، بی درد بخور ساختین، چیزی که در 1400 سال مردم کرده. آیا دعای در مورد شراب بود؟ نه. در دو سوره دو چیز ما برای شما خواندم. اینال میریم در سوره ماهده یا چپتر ماهده آیه 90. ای افراد با ایمان، شراب و قمار و بت‌ها و تیرهای قرعه پلید و عمل شیطانی است، بنابراین از آن دوری کنید تا رستگار شوید. 91. شیطان می خواهد با وسیله شراب و قمار بین شما دشمنی و نفرت ایجاد کند بین شما، و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد. آیا از آن دست می کشید؟ نگفته دست بکشید، نگفته گناهکار میشی، نگفته که اینی جزای عملت، تو شراب بخو ملا گلبدین 80 درم میزنه، تو شراب خو ملا طالب دو سایر قطع میکنه، تو شراب خو در بدخشان سنگباران میشی. نگفته. میگه آیا از آن دست میکشید؟ یعنی که بهتر است اگر دست بکشید. اثر میخونم. سوره ماهده آیت 90. ای افراد با ایمان، شراب و قمار. بسیاری ها قمار میزنن، فکر میکنن که شراب بهتر از قمار است. نیست. این آیت، این سوره، این جمله. ای افراد با ایمان، شراب و قمار و بت‌ها و تیرهای قرعه پلید و عمل شیطانی است، بنابراین از آن دوری کنید تا رستگار شوید. دوری کنید، برای شما گفتم میشه دوری کنید. عمل شیطانی است. ببخشید. آیت 91. شیطان می خواهد با وسیله شراب و قمار بین شما دشمنی و نفرت ایجاد کند، و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد. آیا شما از آن دوری می کنید؟ می بینین؟ اینال تعالی سه جای در 4 آیت، در 3 سوره در 4 آیت در مورد شراب و قمار گپ زده شد. دفعه پیش در مورد شراب، این دفعه در مورد شراب و قمار و تیرهای قرعه. بخیالم که یاد در تیر شرط می زدن، تیر می زدن تیرهای قرعه. اگر که ما ایره نفهمم، به احتمال اغلب استاد ابوبکر یا آقای سیرت اینا می فهمن، و در این ما کدام شرم نمی کنم که ایره نفهم. اما ما فکر می کنم که یادمی تیربازی قرعه کش قرعه می زدن، مثل که ما چناق مشکنانیم یا شرط می زنیم. اینمی میگه یک عمل به اندازه شراب است، و همچنان تیرهای قرعه پلید و بت‌ها. اینی هر 4 از این عمل شیطانی گفته میشه. اما گفته نمیشه که شما باید دستتان بریده شه پایتان، یا ایست که چوبکاری شوین، یا ایست که یه حرام است. کلمه حرام استفاده نشد.
آیا کلمه حلال استفاده شد؟ نه، کلمه حلال هم استفاده نشد. ما منظورم نیست که پس خیز بزنین که باده بنوشیم چون که حلال گفته شده، نگفته شده. شما لزدان ما مردمای مولا یا آقای صفی الله نگوید که اینا دیدین شراب ها میگه حلاله. نه آقا اثر بگویم، نگفتیم حلال است. میگم کلمه حرام استفاده نشده. دیگه ای که شما باید تمام حیات دیده در صورت به صورت عموم در این مورد گپ بزنین. مثلا شما نمیتونین که سختترین قسمت از ایره بگیرین و بگوین اینمی چیز مهم از در قرآن. نه، آسانترین وسط و سخت میگیرین، از این یک تصمیم عمومی میگیرین. یا یگان مردم تو میگه والا در وقتای اول گفته بود که خیر میتونین بخورین، در وقتای اول باز خداوند گفته بود که فایده هم داره نقصان. چرا خدا نمیخواست یک دفعه معنی کنه که حال مردم قار نشن؟ نه، خدا از آدم ها ترس نداشت. چرا در گوشت خوکم تا نگفته؟ خداوند تا نکده که امروز کمک حرام است، سبا کمک زیادتر، دیگه سبا بیخی حرام است. نه، اتا نیست. خداوند ترس نداره، بیم نداره. برای تو میگه تو بنده بیکاره هستی، تو چی کاره هستی که از خدا برای تو بترسه که بچه امروز همه قم میگمت که یک کمک کمتر بنوش، سبا یک پیاله دیگه هم کم، دیگه سبا اگه دیدمت خوردی گردنت هم میزنم. اتا نیست. یه چیزیست که ملاهای ما میگه، ملاهای به معلومات ما، ملاهایی که در یک جاده خط کشی شده 1400 سال دویدن. اینی تا حالا شد 4 آیت در 3 سوره. یک آیت دیگام در قرآن گفته شده، ایران ما برای شما میخوانم و ما فکر میکنم که نمی 4 سوره و 5 آیت است. اگر ما اشتباه کنم که کدام آیت دیگه بوده باشه که ما فکرم نشده باشه، شاید که حال شما ما رو در اون محکم نگیرین، اما فکر میکنم که نمی 5 آیت است در 4 سوره. سوره نحل آیت 67. از میوه های خرما و انگور شراب و رزق پاک میگیره. خوب سعی کنین. میگه از میوه های خرما و انگور شما شراب و رزق پاک میگیرین. شراب در کنار رزق پاک یاد شد. وقتی که میگین که رزق پاک و شراب پالوش ذکر میکنین، یی از حرام بودن، از گناه، از پلیدی شراب میکاهه. اتو نگفته شده که سعی کنین که از امو شراب، از امو خرما و از امو انگور یکی رزق پاک میتونین بگیرین، یکی رزق چتل و گناه و حرام. نه، میگه سوره نحل آیت 67 از میوه های خرما و انگور شراب و رزق پاک میگیره. در این امر نشانه برای کسانی که عقل خود را به کار میگیرند وجود دارد. میبینین؟ برای کسایی که عقل خود کار میگیرند. خداوند در قرآن میفرماید که بدترین جانوران نزد خداوند کر و لالهای هستند که عقل خود را به کار نمیگیرند. عقلتان را به کار بگیرین. قرآن برای خواندن و فهمیدن است. نمیتونین بفهمین مگر اینکه عقلتان به کار بگیرین. نمیتونین بفهمین مگر اینکه سوال بکنین، مگر اینکه جرأت داشته باشین که سوال بکنین، مگر اینکه جرأت داشته باشین که تشریح بکنین. ما اونمو جرأت دارم. این می یگانه تفاوت است که مکت دیگر دارم. این جرأت ما به ما اجازه سوال میده. جواب ازیرا ما خودم پیدا میکنم. یک بار نفهمیدم، دو بار میخوانم، ده بار، صد بار میخوانم، جوابش پیدا میکنم. از این خاطر که نظر اسلامی ما کاملا تفاوت داره با دیگرها. آقای ستار سیرت میگه با دختره که 4 ساله ما گفتیم که نکاح کنین، مگر این تمام علمای دین اسلام میگه. در بت علمای دین اسلام تو بگو که چی میگی آقای عالم دین اسلام. از خودت، از اقم مطالعه که کدی، به استناد کدام چیزا از قرآن چی نتیجه گرفتی که دخترک 4 ساله را یک آقای 60 ساله میتونه نکاح بکنه و شما میگین
بله خب مگر مجاز هستم میتانی نکنی نه؟ اینال ما جرأت داشتیم، ما میخوایم که چیزا معقولیت منطقی خود داشته باشه، دو جمع دو چهار خود داشته باشه، در غیر از او قرآن دیگه معنای خود از دست میتن. اینال به خاطر که اینی بیمعنایی هایی را که ما با وجود آوردیم ای را رفع کنیم، دیواز ازی صدها کتاب دیگه را میخوانیم که نیخ و باز تفسیرش فلانه نفر گفته، ایش اینی آقا گفته. اگه ای گپا را از اینی آقا نشنوی قرآن نمیفهمی. میفهمی خداوند که نفهمیدن نگفته نعوذ بالله، خداوند فهمیده گفته که قرآن به شما به لسان ساده رایی کردم تا شما بخوانین و بفهمین. شما میگین خداوند نمیفهمید که ما چی را میتانیم بخوانیم و چی را میتانیم بفهمیم. قرآن کتاب ساینس نیست، کتاب اینشتاین نیست، فقط چشمتان رو باز کنین بخوانین. نفهمیدید دوبار بخوان، نفهمیدید ده بار بخوان. برو برنامه های مرا در یوتیوب بیبی که چقدر یک معلومات ساده و آسان دادیم برای ازی که تو بفهمی که قرآن چطور بخوانی. تا برنامه دیگه، هموطن عزیزم، تو را به خداوند بزرگ می سپارم. و اگر دیدی که یک آدم شراب می نوشه در کفر نگیرش، با در نظر داشته امی آیات قرآن قضاوت کن. خداحافظ شما.